آقای محمدی، سازمان ملل متحد شورای امنیت چه عکس العمل داشته؟ آیا دولت ها ایره با سازمان ملل متحد مطرح کردن یا خیر؟ هم پاکستان میترسه اینه مطرح نمی کنه، هم افغانستان. پاکستان خود عقب جانب میدانم، میگه پاکستان در چهار صوبه تشکیل شده، افغانستان دولت پاکستان در چهار صوبه به رسمیت شناخته. ما این قلمرو ماست، این انفکاق ناپذیر جز خاک پاکستان است. دولت افغانستان پاکستان است چی است؟ میگه گفته که دوست ما گفت که پاکستان اگه این مسئله مطرح کنه یعنی او ضعیف می باشه، موقف ضعیف است. به این لحاظ پاکستان ولی در رسانه ها مطرح نمی کنه. این رسما براتون یادداشت میدم که چه مطرح کرد، بارا بیش از 10 بار مطرح کرد در جلسات بزرگ تا کنفرانس مذاکرات ژنو مسال 1982 تا 88 این موضوع رو دیگو کردویز گفت که بارا برام مطرح کردن، چون موضوع افغانستان بسیار حاد بود. من خودداری کردم این مطرح به دولت افغانستان نگفتم، ولی دکتر عبدالوکیل وزیر خارجه افغانستان هم گفت که دولت پاکستان در مذاکرات این موضوع جدی مطرح کرد، اما من قبول نکردم، چون به دو طرف مردم افغانستان بارا دروغ گفته شده. یعنی چی هر چی که نوشته کردن در رابطه کلا دروغ است. و از امامدار خودش به رسمیت شناخته، خودش امضا کرده، معایده ده معایده امضا کردن، ولی مردم میگه پشتونستان از ماست. خب اگر شماست، پاکستان مثل طفل دگواره بود، نو تشکیل میشد، یک ماه بود و از امامدار افغانستان پادشاه افغانستان ظاهرشاه 18 ساله بود، چرا نتونست بگیره 25,000 نفر جوان پشتون ظلم پشتون تفنگ در شانهش بود، آماده بود استقلال بگیره؟ چرا ظاهرشاه کمکشان نکرد پادشاه افغانستان استقلال بگیرن؟ ولی پاکستان افغانستان میخواست اونا رو مستعمره خود بسازه و اونا و منظور قادر وزیر خارجه پاکستان به نعیم خان گفته، به سردار نعیم خان گفته که ما در پاکستان پشتونستان رفراندوم برگزار کنیم. حالا هراس شما برگزار کردین، هراس پاکستان از مطرح کردن چیست و از افغانستان چیست؟ از افغانستان خب مشخصا به سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل، پاکستان میگه که ما عقب جانب هستیم، قلمرو ماست. پاکستان بالای 4 صوبه تشکیل شده و انگلستان در سال 1950 میلادی پاکستان دارای تمام جانشین خود و مالک تمام حقوق و وجایب خود اعلام کرده، ما دیگه ضرورت نداریم، این منطقه از ماست. ولی افغانستان میگه که از ماست. حالا پاکستان به این منطقه حاکم است، نه افغانستان. سپاس. اجازه بدین این موضوع رو با آقای خروتی هم در میان بگذاریم. آقای خروتی، سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد و نهادهایی که در راستای منازعات منطقه‌ای کار میکنن، چرا دولت افغانستان و پاکستان نخواسته مطرح بکنه این موضوع رو با سازمان ملل؟ ببینین، ما مقدمه هم گفتم، اگر قرار باشه که دولت افغانستان همین مسئله رو به محکمه عدالت بین المللی جهت قضاوت بسپاره، بسیار محال به نظر میرسه که ما بتانیم ادعای خود ثابت کنیم. به خاطر چی؟ یکی سند حقیقی وجود نداره، سند حقیقی پیش از خاص افرادی که از اونا تا اول رو پیدا نکردن، هر گپی که است روی داستانی خیالی و از یکی دیگه نقل قول کردن است. و این دیگه مدام بخش پاکستان وجود داره. اگر می داشت پاکستان اقدام میکرد و به زودترین فرصت نسبت به افغانستان اقدام میکرد. شما قبول کنین افغانایی رو میفهمند پاکستان، افغانایی که در پاکستان است، که پاکستان وقتی که دیوره نمیشنه و خو است چشمایش میپره. پاکستان همی که نمیخواهد افغانستان یک ملک آرام باشه، یک حکومت آرام باشه، مردمش آرام باشه، از دیورن، از خط دیورن هراس داره. و من گفتم که در افغانستان پالیسی میکرهای ما در بخش سیاست خارجی او در او موقف نیستن که بتانن در این مورد جامعه جهانی را قناعت بتن. بنان همی مسائل است که ما نمیتونیم میره با قاطعیت مطرح کنیم. و حکومت پاکستان گفته محترم بسیار معقول است، حکومت پاکستان به خاطر این مطرح نمیکنه که ضعفش نشان میده. اول حکومت پاکستان که گویا چپ خود گرفته به این مفهوم خود میفهمه که اگر مطرح کردم ما جانب ضعیف میشم، من میگم که نمی خط دیورن و او هم یک مور تصدیق مولای خط دیورن میزنه که یک خط عملی است، خطی است که دیگه سپاس حیثیت قانونی نداره. بیننده عزیز، همین بحث را با شما هم پیگیری میکنیم، بحث ما روی دیورن و موقف حکومت افغانستان. شخص رئیس جمهور کرزی در رابطه به دیورن بود، رئیس جمهور کرزی گفت که از روزی که معاهده دیورن تحمیل شده هیچ دولت افغانستان، هیچ حکومت افغانستان آن را نپذیرفته است و ملت افغانستان هم تایید نکرده و هیچ حکومت افغانستان هم در آینده جرأت نخواهد کرد تا این مسئله را بپذیرد. حالا مهمانان ما آقای خروتی و آقای محمدی هستند. آقای محمدی، اگر مطرح نشه به کجا می انجامه در نهایت؟ اگر مطرح نشه چند نسل دیگه مردم افغانستان طفلایشان به دنیا برن و در این رابطه کشته شوه،
همین قسمی که 35 سال از کشته میشه مردم افغانستان خاطر سر دوران باز باشه. حالا که پاکستان مطرح نمیکنه که ضعیف که از موقف ضعیف داخل نشه، پس چرا حکومت افغانستان مطرح نمیکنه؟ ولی مشکل نکجاست؟ یکی مشکل، یکی موضوع فراملی، یکی ملی، یکی فراملی، یکی فراملی. این موضوع فراملی است. تمام مردم افغانستان فرزند 22 ساله است کشته میشه، چرا 35 سال است کشته میشه؟ چرا دولت مطرح نمیکنه؟ چرا میترسه؟ اگر از افغانستان است خب بگیریش، ما میگیم بگیریش، سند بکشه بگیریش. ولی سند یک منو شکریم 10 سال تحقیق کردیم، 3 جلد کتاب و 10 مقاله نوشتیم، افغانستان هیچ حقی و طرف نداره. واقعیتش همین است. دیگه افغانستان میگه ما داریم، خب داشته باشه بگیره خیلی خوب است. چرا فرزندان مردم میکشن؟ امروز دسترداد همین مناطق دو طرف سرد هستند، تباه شدند. 11 سال است 500 مکتبشان بسته است، سالانه 1 میلیون بیسواد تولید میشه. حالا آقای محمدی، اگر افغانستان حق نداره پس سندی که میگن، اگر افغانستان حق نداره پس سندی که در دست پاکستان است چرا با سازمان ملل متحد نمیشه؟ پاکستان میگم این قلمرو ما است، پاکستان میگه قلمرو ما است، من ادعا ندارم، ما بالای منطقه حاکم هستم. حالا سربازای در سرد آمده و به خاطر اون میجنگن. ای افغانستان از مشکل داره، پاکستان حال زیاد مشکل دیگه رابطه نداره، افغانستان داره، ما تباه شدیم. پاکستان 10 ایجنسی مسلط تسلط نداشت، حال آیستا آیستا مسلط میشه، ولی ما 10 ولایت خود را دست دادیم. چپاس آقای خروتی، افغانستان کدام موقف را اتخاذ بکنه تا بیشتر منفعت ببره از این؟ افغانستان باید اول در مرحله اول دارای یک حکومت سالم باشه، یک حکومت یک دست باشه، حکومت مشارکتی نباشه، حکومت مصلحتی نباشه، در نظام نظامی باشه که با قاطعیت در قسمت پلیسی خارجی سیاست خارجی خود تصمیم میگیره. ما فعلا توانایی زیر نداریم حتی در قسمت سیاست داخلی خود قاطعی تصمیم یک دست تصمیم بگیریم. آقای رئیس جمهور بار بار از فساد اداری و از گرفتن رشوت توسط بعضی مقامات گپای از طریق میدیا میزنه، هم افغانایی که خبر دارن میگن. ما تا حال نتونستیم یک حکومت واقعی درست به مفهوم واقعی قوی بسازیم. حالا در حال زمانی که ما حکومت داریم، نظام داریم، جامعه جهانی هم اینجا حضور داره، در همین حالت که بیشتر توجه جامعه جهانی هم به افغانستان است، افغانستان چه کاری را میتونه بکنه؟ فقط ما میتونیم که در مرحله اول باز یک حکومت قوی داخل، یک حکومت قوی جور کنیم، به این مفهوم که حکومت قوی داشته باشیم که او حکومت بر اساس روابط حاکم نباشه، بلکه بر اساس روابط و اشخاص افرادی که در حکومت شامل باشند باید اشخاصی باشند که بتونن تصمیم بگیرن، حساب کسایی باشند که در قسمت تعلیم، تربیت، تجربه، تحصیل یا معلومات چی کافی داشته باشند، آدمایی باشند که نه بر اساس روابط باز تکرار میکنن آمده باشند. اما متاسفانه بعد وقت حالا ما شما میبینیم اکثر کسایی که در حکومت فعلی کار میکنن اشخاص افراد هستند که بر اساس روابط آمدن، هرچند از منیجمنت اداره اصلا آگاهی ندارن. موضوع انتقال، پروسه انتقال مطرح، در پروسه انتقال بعضی سوالای پیش بعضی حکومت مدارا پیدا میشه، اونا فکرای دیگه میکنن در مسئله پروسه انتقال، یا مثلا خروج از ساکر جامعه جهانی. من پیش سامدان از اینجا بحث دیگه داشتم. در نهایت آقای خروتی، این ضعفای حکومت افغانستان اگر یاد کرده بریم چه دردی را دوام میکنه، ولی در حال حاضر چگونه موقف را اتخاذ بکنه که منافع افغانستان بیشتر تامین شود؟ تا زمانی که ما یک حکومت قوی نداشته باشیم، مطرح کردن خط دیورن فکر میکنم با نقص مردم افغانستان است، به می رقمی که حکومات قبلی در این مورد هیچ گونه صدایی از خود نکشیدن و ایره هم قبول نکردن، گفتن که خط دیورن خط تحمیلی است و اعتبارش هم گفتن اعتبار نداره و میشه سیستم. در صورتی که حکومت قوی در داخل در افغانستان جور شد، حکومت قوی به این مفهوم که از هر نگاه قوی باشه، ما میتونیم بازو در صحبت های قبلیتان گفتن کشورهای منطقه مشخصا پاکستان به دلیل دیورن اجازه نمیده که در افغانستان حکومت قوی باشه. خونا که اجازه نمیتن، ما خو دست پایمون خو بسته نکردن، ما با وسیله شما مطبوعات، با وسیله دیگه کسایی که منتقدین هستن، حکومت متوجه نقصایش میسازیم. ببینید تا 10 سال حکومت چی کرد؟ همیان تمام هر تلویزیون چالان کنید نواقص 10 سال گذشته رو میگید. چند سال باقی مانده که از ریاست جمهوری آقای کرزی مونده، یا طوری مطبوعات میگن که 2 سال دیگه مونده، 10 سال نشه 2 سال دیگه نمیشه. متوجه یک نقطه دیگه هستن که باشیم، باید ما شما که 2 سال با سیستم خاص بین نمیره،
ما شما افغان ها هستیم، صرف رئیس جمهور تعویض میشه، تیمش تعویض میشه. پس افغان ها اگر همت کنن، اگر افغان ها با واقعا مسائل تنظیمی قومی سمتی لسانی این موضوعات یک طرف فرتن دور کردن، ما فقط افغانی و اسلامی فکر کنن، ما فکر میکنیم حکومت قوی جور کرده میتونیم. ما بسیار امکانات قوی داریم، مثلا پاکستان بیشتر دوست ما گفت ما کسی که یک ملک چی اتمی است ما کلاهش هم میکشیم، کرتیش هم بازم راش، ما میال از پاکستان که در قوی هستیم، به این مفهوم که آب پاکستان در دست ما است. ما قبلا نمیشته بودم در این بیزر رابطه پاکستان گفتم آبش که بگیریم پاکستان میمورد، بم اتمش باز به درد نمیخوره که آب نداشته باشن. امیال ما اگر یک حکومت قوی داشته باشیم، یک منیجمنت سالم داشته باشیم، یک متر مکعب آب در جامعه در دنیا امیال یمن بالای کویت میفروشه $1 یا $3. از ما 70 میلیارد مکعب آب مسالانه رایگان به پاکستان میره. آیا ای از بم اتم که قوی تر نیست؟ اینجا چی است که ما خالی ما پس چرا این رو یکی از دلایل فشار گفته نمیتونیم آقای فرد؟ اینا ما میتونم ببینیم تا حال کسایی که سردمدارای حکومت کسایی که بودن متوجه از این نقاط نشدن. در نهایت مطرح کردن این موضوع توسط رئیس جمهور و این که رئیس جمهور گفتن که نمیپذیرن، به نظر شما چگونه است؟ خد دیوران نه تنها رئیس جمهور فعلی افغانستان هم پذیر، بلکه رئیس جمهورهای بعدی هم که بیان بل اونا هم پذیرفتن خد دیوران ناممکن است و او نمیخوان که اینمی موضوعی که پیشتر دوست ما گفتن که توسط فلان 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 تایید شود، در آینده نسلای آینده هم نامی از این رئیس های جمهور باید که فلانی هم میره تایید کرده. سپاس. در نهایت این روند به کجا می انجام خواهیم؟ به نظر من است که دولت افغانستان هم به اصطلاح مردم دولت انتخابی داره، هم پارلمان داره، هم شورای ولایتی و منیس پارلمانی کوچک داره. 64 سال است این مسئله را میترسه مطرح نمیکنه. خب 64 سال گذشت، 2-3 میلیون انسان ما کشته شد، 1-4 میلیون انسان دیگه ما هم کشته شد، سرزمین باقی مونده ما تباه شد، باز مثل پاکستان کشور اتمی شیم، باز بریم او را عادلانه حل کنیم. ما به جنگ ضرورت نداریم. المان برای ما بهتر از یا کویت. المان ما تباه شده، ما قندار تباه میشه و ولایت سرحدی ما غرق شدن، کشته میشن، غرق شدن، ولی ما پشت پاکستان کویته میگردیم. ما براتون میگم خان عبدالغفار خان، مبارز بزرگ نیمقاره هند، هیچ وقت نگفته که من افغان هستم، هیچ وقت نگفته که پشتونستان به افغانستان ملحق شوه، فقط از افغانستان توصیف کرده. برادرش دکتر خان صاحب نامه ای که به جواهرلال نهرو نوشته کرده، گفته که ما هیچ وقت ادعای الحاق به افغانستان نداشتیم، فقط دولت شاهی افغانستان از موضوع میخواد استفاده کنه. و آخرینش مرحوم دیگر اجمل خطک. سپاس. در نهایت چه کاری شما به نفع افغانستان؟ آخرین میخ کوبیده به پشتونستان خواهی گفتم من یک پشتون پاکستانی هستم. آخرین بار افغانستان ضرورت داره، نیاز داره که موضوع را مطرح کنه، مشکل خود حل کنه. سپاس. مشکل دولت است، مشکل مردم افغانستان. هی دولتی از مردم مشوره نمیکنه. حالا میبینی همین دولت است، همین هر کار میکنه باید کارم بکنه. سپاس. کار دولت است، کار مردم نیست. میخوان که اومدن نمیتونه اینجا. تشکر مهمانان عزیز از حضورتان و از شما که بس را صمیمانه دنبال کردین. شماره تلفن 0799474702 در اختیار شما. شما زنگ بزنین، دیدگاهتان را در مورد دیورند بگوین. پس از وقفه کوتاه.